الان حس می کنم یه کامیون لهم کرده. 10 تا کامیون اصلا. ولی من بهتون گفتم. جوزف من بهت گفتم. اگه زنده به نیمه دوم برسیم، من این رو در چشمان گواردیولا در ورزشگاه اتحاد دیدم. بعد از نتیجه 4-3 گواردیولا داشت فکر میکرد. ما اینها رو زنده گذاشتیم. و همون چیزها رو بعد از گل تساوی در دقیقه 90 باز هم در چشمان گواردیولا دیدم. این شانس نیست. این پیراهن رئال مادرید رو لیگ قهرمانانه. این بازیکنان میدونن وقتی این پیراهن رو به تن میکنن حق ندارن تسلیم بشن. من با خوزه لوئیس سانچز بودم. بازی رو از روی سکوها دیدم. از روی سکوی خبرنگارا، نه خود خبرنگارا، ولی سکوی کناریش. ترجیح دادم کنار سکوی هواداران بشینم. چیزایی که امروز دیدم جوزپ، هیچ وقت همچین چیزهایی ندیده بودم. مردم همگی داشتن گریه میکردن. دقیقه 90 رئال از روی خط دروازه جلوی 2-0 شدن بازی رو گرفت. برنامه هم پر بود و با حد اکثر صدا تشویق میکرد. چون اونا از ظهر میدونستن اگر رئال مادرید کوچکترین فرصت گیرش بیاد حتما صعود میکنه. برنامه و شعله ور شد، تیم رو تشویق کرد و به صعود امید داشت. و باز هم انجامش دادن. تا پایان ایمان داشتن. رئال مادرید بزرگترین باشگاه دنیاست. بزرگترین. رئال مادرید پاریسی که یک کشور پشتش بود رو شکست داد. چلسی رو هم همینطور. و سیتی رو هم که 1 میلیارد یورو خرج میکنه رو شکست داد. کاری که رئال مادرید کرد برای خود فوتبال هم عالی بود. کاری کرد که تمام طرفداران فوتبال در جهان بگن پس واقعا میشه. پول همیشه نمیتونه پیروز بشه. طرفداران هستن که پیروز میشن. پدربزرگایی که امروز نوه‌هاشون رو آورده بودن بازی رو ببینن پیروزن. من امروز اینها رو در قیافه تماشاگران دیدم. امروز جز تماشاگران دیدم که داشتن گریه میکردن. نمیتونم خوشبخت‌تر از این باشم. این بهترین روز زندگی منه. از لحاظ ورزشی این بهترین بود. همه دنیا میدونست که ما میتونیم نتیجه رو تغییر بدیم. حتی در فرودگاه منچستر امید وجود داشت. این رئال مادرید بدون توضیح اضافیه. این احساس خیلی بزرگیه. تو رو به یاد پدرت، مادر بزرگت، برادرات و عموهات میندازه. دوباره متولد شدیم. انگار دوباره متولد شدیم و دوباره برای رئال مادرید زندگی کنی. شاید مبالغه باشه ولی وقتی برنابو با تیم یکی بشه رئال مادرید غیر قابل توقف میشه. نمیمیره. چیزی که امروز دیدم فراتر از فوتبال بود. این یک خوشبختی واقعیه. فوتبال حیرت انگیزه. جز مردمی که کنار درهای برنابو بودن رو دیدی؟ در جهان چیزی حیرت انگیزتر از فوتبال وجود نداره. باعث میشه شب‌های فوق‌العاده‌ای مثل امشب داشته باشی و رئال مادرید هم با عظمته. به جز رئالیا هیچ کس مطمئن نبود که صعود میکنیم. هیچ کس. ولی دوباره این کار رو انجام دادیم. غیر ممکن بود. دقیقه 90 بود و ما عملا مرده بودیم. میگفتم گواردیولا یک فرصت کوچولو بده و ما انجامش میدیم. و دادن. دوست ندارم گریه کنم. جزء فوتبال شگفت انگیزه. فوتبال حیرت انگیزه.